ابزار تست شاید یکی از ابزاری باشه که از همه بیشتر باهاش سر و کار داشته باشیم و تمایل داشته باشیم باهاش کار کنیم. ابزاری هست که ما میتونیم با استفاده از اون متنی رو در محیط برنامه بنویسیم. من اگر روی این ابزار کلیک کنم، تنظیماتی که مربوط به اونه تو این قسمت مشخصه که در این قسمت فونتمون رو انتخاب میکنیم، در این قسمت سایزمون رو مشخص میکنیم. در این قسمت میگیم متن ما چپ چین باشه، راست چین باشه و یا وسط چین باشه. رنگ متن رو تو این محدوده مشخص میکنیم. نوع متن به چه صورتی باشه؟ من اگر این حالت رو انتخاب کنم و این نوع متن و نوع فونت رو، اینم اندازه فونت رو بزرگ میگیرم و رنگ فونتمونم که به رنگ قرمز هست. حالا من تایپ میکنم آموزش 365.ir که میتونم من اونو سلکت کنم، نوع اون رو انتخاب کنم. این تغییرات رو هم در ابتدا میتونیم اعمال کنیم و یا هم در انتهای کار. نوع فونت رو حتی میتونم تغییر بدم. اندازه فونتمون رو تغییر بدم و مقدار شفافیت متن رو که اگر من این رو کم کنم از نوع شفافیت متنمون کاسته میشه. دقت کنیم متن رو که ما تایپ میکنیم تو این قسمت یک لایه جدید ایجاد میشه که ما در این لایه خیلی راحت تر میتونیم تغییرات رو روی کارمون اعمال کنیم. و از مواردی که تو این قسمت هم برامون مشخص شده میتونیم حالتهای مختلف رو انتخاب کنیم جهت زیباتر شدن متنمون که به این صورت مشخص. اگر روی متن کلیک راست کنیم دوپلیکت لایرز رو داریم که با استفاده از اون میتونیم از لایه متنمون یک کپی ایجاد کنیم و حتی ما میتونیم لایه متنمون رو جابجا کنیم. اگر من روی اون کلیک کنم، در اینجا روی این ابزار که کلیک کنم دقیقا من میتونم متنم رو جابجا کنم. ببینید، شاید من بتونم با استفاده از همین حالت‌های خیلی زیبایی رو برای متنم ایجاد کنم. Convert to Default Layer رو اگر انتخاب کنم، من اگر بخوام تمام متن‌های این لایه‌ام تو حالت Select قرار بگیره، روی اون لایه کلیک راست می‌کنم، Select Layer Context رو اگر انتخاب کنم، می‌بینیم که تمام اون متنم در حالت Select قرار گرفت. و حتی من میتونم تمام اون متنم که میبینیم در حالت سیلکت قرار گرفته و حالا تغییراتی که مد نظرمونه میتونیم روی کار اعمال کنیم. و من در حالتی که روی این لایه قرار دارم میتونم یک گرادینت روی کارم اعمال کنم. اما این تغییرات دقت کنیم فقط روی اون لایه متن من اعمال میشه. اگر من کنترل و دی رو بزنم، یس رو انتخاب میکنم، اون لایه متن من این لایه ها رو از حالت سیلکت خارج کنم. فقط همون لایه متن من که حالا شاید شما قسمت خیلی کمی از اون متن رو تو این حالت ببینید، برای من مشخص و میتونم اون قسمت متن رو ببینم. حالا من مجدد این متن رو کلیک راست کرده و سیلکت لایر کانویز رو انتخاب میکنم و یه حالتی دیگه رو انتخاب و اعمال میکنم. دقت کنید که تغییرات اینجا به چه صورتی نشون داده میشه. من اینجا یک حالتی هم انتخاب کنم تغییرات به وضوح دیده نمیشه، اما این تغییراتی است که روی کار من اعمال شده و میتونیم ببینیم. بینج
خیلی زیبا تونستیم روی کارمون تغییراتی اعمال کنیم.